بر شما به یکی دیگر از برنامه های زربین از تلویزیون آمو خوش آمدید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بسیاری از سیستم ها و ساختار های ایجاد شده طی 20 سال گذشته در افغانستان برای تأمین شفافیت به پاس و پاسخگویی از هم پاشیدند، اما طالبان بارها ادعا کردند که یکی از دستاوردهایشان مبارزه با فساد اداری است و توانستند که این پدیده را ریشه کن بسازند اما یا واقعا طالبان فساد اداری را در افغانستان به صفر رسانیدند آیا تحقیقات میدانی و بررسیهای های نادهای بین المللی با این ادعای طالبان مطابقت دارند؟ چرا جوانان نخبه و مسلکی به بانای مختلف از ادارات تحت آکیمیت طالبان برکنار و این در حال فرار و ترک افغانستان هستند؟ چرا طالبان برخلاف وضعیت موجود و گزارش ها و مستنت های زیاد مبنی به فساد گسترده ایداری در ادارات دولتی افغانستان زیر کنترل طالبان باز هم ادعا می کنند که با فساد ایداری به گونه جدی مبارزه کردند؟ در ذره بین این هفته به این موارد میپردازیم. گزینش و مقرری ها به اساس روابط خانوادگی، قومی و تعاملات زرندوزی متاسفانه از گذشته ها در ادارات افغانستان وجود داشت و به عنوان یکی از عوامل جدی فساد اداری و فساد مالی محسوب می شد که طالبا هم از یه امر مستثنا با وجود شوارای که مبنی بر مبارزه با فساد داشتند این روند اینا هم تداوم بخشیدند و تداوم ببخشند چون اینا هم جزء جامعه افغانستان هستند طالبان در بیش از سه سال گذشته انوار در رسانه ها نشست ها و در دیدارهایشان با مقام های کشورهای منطقه و جهان ادعا کردند که فساد ایداری را از افغانستان برچیدند مولوی محمد محسن آشیمی رئیس اداره عالی تفتیش طالبان به تاریخ 27 قوس سال 1403 خورشیدی در دیدار با معاون اداری این گروه ادعا کرد که فساد اداری به طور کلی از ادارات زیر آکیمیت طالبان برچیده است همچنین مقامات سیاسی و نظامی طالبان نیز بارها ادعا کردند که فساد را به صفر رسانیدند مبارزه با فساد با تبلیغات با عوام فریبی و با ادعا امکان پذیر نیست در غیاب بسترهای لازم برای مبارزه با فساد در غیاب ساختار لازم برای مبارزه با فساد در غیاب ابزارهای مختلف مبارزه با فساد سخن گفتن از مبارزه با فساد عملا بیمعنا و فاقد وجاهت است بستر مبارزه با فساد قانون و حاکمیت قانون است فساد یعنی عدول از قانون سو استفاده از قدرت و سواستفاده از موقعیت در نتیجه وقتی قانون وجود نداشته باشد قاعدتا حاکمیت قانون هم معنا ندارد اما ادعای طالبان با واقعیت های عینی و چشم دید مردم و گزارش ها و تحقیقات نهادهای های بین المللی در تضاد بوده و امخانی ندارد در همین حال یافته یا از گفتگو با چندین منبع و شهروندان کشور نشان میدهد که بست های دولتی از سوی طالبان در برابر مبلغ انگاف به فروش می تا جایی که یک بست معلمی با ماهاش هفت ازار افغانی از سوی ریاست های معارف طالبان شست تا نوت ازار افغانی در ولایت ها فروخته می شود. برخی از باشندگان ولایت بامیان با آمو تایید می کنند که ریاست معرف طالبان در این ولایت بست های معلمی را از 60 هزار افغانی الی 90 هزار افغانی به فروش میرساند و در هیچ بستی بدون پرداخت پول کسی استخدام شده نمیتواند. یک باشنده بامیان در پیامی با آمو نوشته است که طالبان بست های معلمی را می فروشند. و میگوید برادرش که لیسانس دارد و در یکی از بست های معلمی امتحان داده بود کامیاب شد اما مسئولان ریاست معارف طالبان از او هشتاد هزار افغانی خواستند اما آنان پول نداشتند و این بس به کس دیگری در بدل نود زار افغانی فروخته شد فساد هنوز هم وجود دارد افراد طالبان فعلا جاگزینه. معمورین سابقه دوره جمهوریت شدن اینا هم به مو شکل و به مو پروسه که در گذشته به خاطر دسترسی به خدمات شما باید پول می پرداختین فعلا هم عین یک موضوع وجود داره و ای که در موارد هم گفته میشه که فساد زیادتر شده یعنی پول را یا که شما پرداخت میکنین باید بیشتر از گذشته پرداخت بکنین تا یک که شما دسترسی پیدا بکنین به او خدماتی که در اصل منعیس یک شهروند حق اساسی شما است. در این زمان بس اینجا است که این ای ای بخش پیتی کرپشن یا فساد کوچک تا چی اندازه است؟ در گذشته تخمین زده می شد البته دوره جمهوریت که فسادی که از سبب پیتی کراپشن با وجود می مقدار پولی که مردم به خاطر خدمات اساسی و پایه می پردازند حدودا در بین دو تا سه میلیارد دلار سالانه تخمین زده می شد و اگر حدس بزنیم که فعلا به دلایل مختلف بخش پیتی کراپشن بیشتر شده باشه مطمئنا ی از همو دو یا سه میلیارد دلاری که در گذشته تخمین زده میشود از او بیشتر شد هنوز هم فساد شکایت های متعددی هست که در افغانستان فساد ها وجود داره بعضی جای بس بعض عدم ظرفیت درست فساد به میان مثلا قرفه هایی را که در شهر کابل گذاشتن و هر هموطن ما در حدود ده بیست هزار افغانی بالای غرفه مصرف کردند بعد از سپری شدن یک هفته دوباره او را از بین بردن اینی خودش عمدن یک کار است که بین دولت و ملت فاصله را ایجاد میکنه که باید سر زرفیت ها هم کار شود و افراد مسلکی داخل بدن حکومت داری شود طالبان که ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 مارچ سال 2023 میلادی با صدور یک فرمان شفایی به تمامی نهادهای دولتی زیر کنترل طالبان دستور داد که پسران مقامهای طالبان استخدام نشوند و کسانی که استخدام شدند برکنار شوند اما این فرمان به گونه جدی در نظر گرفته نشده است در این فرمان رهبر طالبان تاکید شده است که از هر گونه استخدام بر اساس تعلقات خیشاوندی و روابط شخصی جدا خودداری شود رهبر طالبان در فرمانش گفته است که مسئولان تمامی نهادهای تحت آکیمیت امارت در صورتی که یک یا چند پسر خود را مقرر نموده باشند پس از ابلاغ این اکم پسران آنان منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری گماشته شوند. طالبان که بارها بر اطاعت از رهبرشان تاکید کردند این فرمان را نادیده گرفتند و سیر پا گذاشتند شابودین الدین دلاور سرپرست پیشین وزارت مادن و پترولیم و رئیس کنونی جمعیت علال افغانی طالبان از جمله مقامهای طالبان است که شماری از اعضای خانواده خود را برخلاف فرمان رهبرشان در نازهای زیر آکیمیت طالبان گماشته است و این مخفر پسر خود را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در ازبکستان که به طالبان سپرده شده است گماشت و پس از معرفی سفیر کنونی طالبان در ازبکستان پسر شابودین دلاور همچون کارمند این سفارت فعالیت می کند. در همین حال رولا لاشا پسر دیگر شابودین دلاور از مدیران معاونت اقتصادی ریاست وزیران طالبان است و معدی الله احساس برادرزاده او معاون یکی از ریاست ها در وزارت خارجه است. شمسدین احمدی داماد شابودین دلاورنیز به ایس رئیس نایی دوم شهرداری کابل کار می کند. طالبان در سه سال گذشته به این فرامین رهبر نامنادشان اتنایی نکردند. اگر از فرمان افومی حساب شود تا عدم جابجایی یک در ادارات حکومتی اما برخلاف دیدیم که در وزارت خارجه تعداد زیادی از اقارب امیرخان خان متقی و شمول پسر کاکا برادر خسرو و اقارب نزدیکش در پست‌های بلند در وزارت خارجه جابجاست برادر و پسر شابودین دلاور در پوست های دیپلومات گماشته شدن و به شکل در ادارات مختلف طالب های وجود داره حتی بنابر روابطی که با جمعیت العلماء پاکستان و یک دوستان مدرسه پاکستان دارن یک تعداد فارغین مدارس پاکستان و اعضای جمعیت پاکستان هم در ادارات مختلف افغانستان در پوست های بلند حکومتی گماشته شده که نشان دهنده از اینکه اینا و هیچ نوع فرامین رهبرشان توجه و اعتنایی ندارند اقتصاد گسترده در ادارات بالا وزارت ها و ادارات مختلف فعلا روان است که و از گرفتن تمام بزرگای اینها از گرفتن اقارب درجه یک به خاطر کسب بدست آوردن فساد از اونا استفاده میکنند و هر کدامشان خسور و خسور بده و بچی کاکا و خیشاوندی اینها قریه ساختن از هر اداره بر خود قریه ساختن تا بتانن که و دست پیدا بکنن و منابع مالی که آیدات افغانستان هست از او آیدات کسب بکنن از امرالله سال معاون پیشین ریاست جمهوری به تاریخ 21 ماه آگست سال 2023 میلادی ادعا کرد که شابودین دلاور وزیر پیشین معادن و پترولیم طالبان 25 میلیون دلار را دوزیده است. در موجودیت طالب در افغانستان فساد فوق العاده خیلی زیاد شده بخصوص در تجه هایی که منابع آیداتی از اقتصادی از گبرکات از قراردادها است متاسفانه و هیچ نوع شفافیت وجود نداره دا دوانه نظارت از جامعه جهانی از نظارت کرده میتنه و هم به می خاطر است که به می است که اینا امروز ما شاید است از یه هستیم که رسانه های تصویری رو بند کردن علت امده اساسی است که اینا فسادی که اینا میکنن افراتیتی که دارن ظلم دا زلم میکنن که تصویر زیده در مردم نبینه و نفهمند که اینا چقدر به ملت اینا خواهی نستن و چقدر مشکلات دفاع در کشور ایجاد کردن از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با زیر پا گذاشتن فرمان ملا عبت رهبر طالبان برادرانش را در بستهای مهم گماشته است الله متقی برادر امیرخان متقی رئیس اطلاعات و فرنگ ارات است محمد نبی متقی برادر دیگر امیرخان متقی به حیث منشی ویژه در وزارت خارجه طالبان کار می کند. امان الله افغان برادر سوم آقای متقی عضو کمیسون فرنگی طالبان است و عبدالله متقی برادر چهارم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان مسئول مدرسه ریاض العلوم در شش ترک کابل است. ای که طالبا افراد و اشخاصی که یعنی عقاربی که به اونو نزدیک هستن در نهادهای دولتی جا بجا کدن یا مقرر میکنن برداشت می است که طالبا و کسانی که در رسی بستای کلیری قرار دارن و اینا افراد و بسر به خود مقرر میکنن اینا فکر میکنن که حقشان است که اینا این افراد را باید بیارن در بستای دولتی و جای مهم و عقارب خود را اینا مقرر کنن به دلیل چند دلیل وجود داره یک دلیلی است که اینا به این فکر هستن که ما زحمت کشیده ایم و امروز افرادش حاضر که ما در ادارات دولتی وابسته به ما هستن به جای خوب باید ما قرار کنیم و دلیل ازی که ما در مقابل رژیمی که گذشته دست نشانده بوده و او رو ما شکست دادیم و از بین بردیم فاسد بوده به نوی از و این سمره کار ماست و سمره زحمت باشه که ما باید امروز از اون مزایا باید استفاده بکنیم و در قدم بعدیش هم مسئله مسئله غیر رسمی بودنی رژیم است رژیمی که فلان در افغانستان حاکمیت داره این رژیمی غیر رسمی است و رژیمی است که قانونیت ملی و بین المللی نداره بنابراین هر اونجوری که اینا انجام میدن مطابق میلشان هستن و هیچ کس از اینا پرسان هم کرده نمیتونه شما میبینین در رژیمایی که خودکامه باشه و مشروعیت ملی و بین المللی نداشته باشه طبعا قوانین هم وجود نداره از سوی هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل طالبان و از رهبران پرنفوذ این گروه نیز خلاف دستور بتالله آخونزاده بستگان خود را در مقام های بلند گماشته است و آفز عزیز اقانی برادرش را با عنوان منشی خاص خود در وزارت داخله و نس اکانی برادر دیگرش را در کمیسون های سیاسی و تماس با شخصیت ها تعیین کرده است. خلیل الرحمن اقانی سرپرست وزارت امور ماجران و عودت کنندگان طالبان هم کاکای سراج الدین است و مالی خان مامای او هم به عنوان معاون وزارت دفاع کار می کند. بر بنیاد برخی گزارش ها الله منصور پسر عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق طالبان هم ریاست بخش جوانان و رضاکاران الال احمر افغانی را بر عده دارد مشکل عمده اینجاست که طالب ها با کسی حساب دینه طالب ها حکومت منعیس یک غنیمت شمرده پیش خود نگاه کردن و در هر مواردی که فکر میکنن هر کار ازشان بیایه با او دست میزنن و در نبود نهادهایی که بر پروسه قرارداد ها داوطلبی معادن مصرفی پول هایی که به دست می اگر نظارت وجود نداشته باشه مطمئنا زمینه فساد اونجا بسیار زیاد است آسیب پذیری تمامی پروزه ها بسیار زیاد بلند است و در این یک موارد بدون شک فساد وجود داره افراد از این پروسه ها میتوان منفعت مالی ببرن و شاید به شکل سیستماتیک باشه و در این موارد گفته میتونیم که فساد هم در سطح بزرگش یعنی فساد کلان که در بخش قراردادها و معادن و گمرکات و بعض موارد دیگه هست و هم در بخش همو پیتی کرپشن یا فساد کوچک که روزمره مردم به خاطر دسترسی به خدمات اساسی و پایه مجبور پول بپردازند تا به این خدمات دسترسی پیدا بکنن در این موارد هم بیشتر شده در سه سالی که اسلامی در افغانستان حکیم شوده یعنی میتونیم کی په ټول شمیر جلالي فساد গ্রেফতার شوده در هر ځای کې انسان ها ژوند کوي او ټول مملکې دنیا را ما ګربي وینيم هیڅ امکان ندار کې یو دوغه خالی از فساد باشه هم مهم تعهد اس مهم یي استه کې مبارزه علیه زه صورت بګره کې درې عرصه ما پیشرفت های چشمگیری را, را می بینیم موجود است در هر عرصه اگر در هر دارم مراجعه میکنی و در هر دارم میری آه آه چیزی به نام فساد یا سوء استفاده دیده نمیشه فساد مالی طالبان بر اساس یافته های نهادهای بین المللی بر بنیاد گزارش ها و تحقیقات نادایی بین المللی طالبان با عدم مشروعیت داخلی و خارجی برای تحکیم قدرتشان بر فساد و دوزی تکیه زدند. بر بنیاد گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان تحت کنترل طالبان با دوازده پل سقوط در سال 2023 میلادی از میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار گرفته است. زبیه الله مجاید سخنگوی طالبان در واکنش به این موضوع گفته است که افغانستان کشور آری از فساد است و در محاسبه شفافیت جانی هم افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. از هم انستیتوت جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا گزارشی را زیر نام دولت تسخیر شده پخش کرد و گفته است که فساد در آکیمیت طالبان بسیار گسترده و نظاممند است و در این فساد رهبران طالبان نیز دست دارند نویسندگان این گزارش آکیمیت طالبان را دو سالاری میدانند با آمدن عبارت اسلامی دوباره گفتم شاید که گفته می که اونها بالای معدن های کشور تسلط کامل پیدا کرده و آن را به دو میتن میتن بالاخره قراردادشان می و تا حد شفافیت در او هست به هیچ شکی نیست و از طرف دیگه فساد اداری در حکومت فیلی افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده ولی خاتمه یې شون څه درسټه هیڅ دنیا نه شوده بګزور چې افغانستان بعد از 45 سال هرج هر و مرج کبل اخر یو حکومتي مرکزی په میون اومده او نو توانستن چې هر نو فساد کاهش پته او متهونیم کې در کل د ټولې بهایي بسیار شفاف مېشه او در ان کې هر کسې کې برنده شوت برې ونه قرارداد مېته او شرایط بسیار فراهم کده ولی باز هم اگر شوه کې مو خود مو در استخراج معدن افغانستان دسب کار شایم ای برای مو مفيد خو بعد از آمدن گروه طالبا افزایش فساد چند برابر جمهوریت شده اگر در جمهوریت یکی دو به فنهان یا به دوزدی اگر اونها فساد اداری وجود داشت و این امروز آشکارا هست از گرفتن یک تسکیره تا پاسپورت تا تمام چیزها بدون گرفتن رشوه اصلا وجود نداره اگر کسی به دوا به یک چیز میفته او مجبور است که پل پرداخت بکنه برای از اینا چی برسه کمک های بیرونی و کمک های بین المللی که در افغانستان صورت میگیره و فساد گسترده و انگوف از بالا تا پایین همه در بین از اینا و امی فساد سبب این شده که از کوچکترین و تا بزرگترین این گروه به گرفتن بلا منزل ها خانه ها و ساختن زندگی شخصیشان مصروف شده و مردم را به تنگ دستی قرار داده برخی منابع از میان طالبان میگویند که در حاکمیت کنونی طالبان چور جریان دارد این منابع میگویند که در دوره اول طالبان بی و باری وجود داشت اما فساد نه و اگر فسادی هم وجود داشت بسیار کم بود اما هیچگاهی به این پیمان کالا جریان دارد نبوده است به گفته این منابع مقام های طالبان بر سر جمع آوری پول و تجارت رقابت دارند و برخی از فرماندهان طالبان که تا یک سال قبل یک موتر نداشتند آلا بیترین خانه و خوبترین موترهای مدل بارا را دارند و از مال ملت برایشان زندگی مجلل ساختند در تمام ادارات کنجه منابع آیداتی است طالبا البته که در بین خود گروه های مختلف هستند، نظر به فیصدیشون افراد و اشخاص خود تعیین کردند. جا مثلا در قسمت گمرکات افراد و اشخاص خود تعیین کردند و در قسمت بخش های مالی و آیداتی بخش های مختلف وجود دارد اینا تمام افراد و اشخاص خود تعیین کردند. و همچنان متاسفانه در قسمت قراردادایی که داده میشه بجز از کسانی که اونا فقط کسانی بوده باشد که در سوفکو از بوده باشد به اونها داده میشد و هم به اقتصاد فوق قرار خیلی زیاد بدون موجودیت از که در رسانه قرار ها قرارداد ها داده شود و بدون از که شفافیت وجود داشته باشد و همچنان در قسمت افراد و اشخاصی که در نظام قبلی بودند در سکتور اقتصادی به کلی افراد و اشخاص قبلی را حذف کردند فقط و افراد و اشخاصی که در گروپ از اینا در قسمت تخریب نظام قبلی اونا وجود داشتند که عبارت از طالبا هستن اونا در تمام قسمت اینا دخیل هستن فساد در گمرکات اخوازی های خودسرانه در گمرکات کشور از موارد دیگر فساد در آکیمیت طالبان کلمداد می شود به که طالبان به شیوای مختلف و بانای گوناگون از تاجران و موترداران پول میگیرند و ملیون ها افغانی را به جیب میزنند. بر بنیاد گزارشها ها 300 تا 500 موتر با جواز جلی در مرز اسلام قرار تردد دارند و این جل بزرگ از سوی مسئولان طالبان صورت میگیرد. فرق میان فساد مالی و اداری دوره طالبا و دوره جمهوریت تقریبا ندارن صرف شکل یا میتود گرفتن و ترتیب و تنظیمش فرق کرده سابق مثلا علنی گپا بود حالا در خفاس به شکل دیگه است فساد وجود داره مردم شکایت دارن کارای مردم بدون پول و بدون سفارش در اداره صورت نمیگیره متاسفانه ای اداره ما نه که طالبا میکنه که ما مثلا فسادی دیگه ندارم هر رژیمی اداره میکنه اما فساد گسترده در افغانستان وجود داره تنها نه مالی در بخش های دیگه هم غیر قانونی و کارشکنی و خشخونی وجود داره مداخله و فساد در روند توزیع کمک های بشری یکی دیگر از موارد فساد طالبان دخالت در امور کمک‌های بشردوستانه است که هیچ نهاد داخلی و خارجی بدون عقد دادن به طالبان نمیتوانند کارهایشان را به پیش ببرند نهاد امان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تازه ترین مورد گفته است که نهادهای های در ماه سپتامبر سال روانی میلادی 173 مورد مداخله در امور بشردوستانه را گزارش دادند که 98 درصد آن از سوی طالبان بوده است این گفته است که این موارد نسبت به ماه قبلان آن 31 درصد و نسبت به زمان مشابه در سال قبل 66 درصد افزایش یافتند. اوچا گفته است که در نتیجه این مداخلات 83 پروژه به صورت موقت به تعلیق در آمدند و دو مرکز امدادرسانی به صورت موقت مسدود شدند. هرکس تلاش میکنه که منافی شخصی خودن نسبت به منافی مردم نسبت به منافع حکومت ارجیت بتن و بتانن در صدد ازی باشن ار اون چرا که از اداره سودی مدی هسته و منافی مدی هسته و را به نفع خود به نفع افراد خود و نفع عقارب خود به خیش خود رو بچرخونن تا اینکه بتانن یک مقدار سرمایه رو جمع بکنن که در آینده نه چندان دور اگر حکومتشان سقوط میکنه و اتمی هست که سقوط میکنه و اینا بتانن چند سوایی در کشورهایی که اونا میخواین با اونجا زندگی بکنن و اونا بتانن چند سوای زندگی بکنن و مسائل نفقه خود و مسائل شخصی را اینا بتانن روزمرگی خود و مسائل خود پیش خود. روی از این منظور است که فران فساد گسترده ای که در افغانستان وجود داره و این ادامه پیدا میکنه بنابراین چون حکومت رسمی نیست حکومت غیر قانونی است و کس سوال هم و هم نمیکنه و هر چرا که انجام میتن و اینا احساس میکنن که حق شخصیشان هستن و حقوقیشان هستن و سمره زحمات را که اینا کشیدن اونا ما امروز به دست آوردن و او را انجام میتن گزارش های زیادی درباره فساد گسترده در استخراج و قراردادهای مادی نیز وجود دارند و فساد در این بخش از فسادهای میلیون دلاری در آکیمیت طالبان دانسته می شود. از توجه و امرایتان سپاسگزار هستم تا ذره دیگر بدرود